بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث ما که احادیث حضرت امام رو در 40 حدیث بیان می کردیم، به این حدیث برخورد می کنیم که درباره دنیاست. ششمین حدیث که در مذمت دنیا و لوازمش اومده، قبل از اینکه حالا خود روایت رو بیان کنیم، این کلمه دنیا رو یک توجهی کنیم که این لغت رو چطوری برای معارف استعمال میکنن. این از اون کلماتیه که برای معانی مختلف مثل مشترک لفظی شده. به همین خاطر باید توجه کرد که گوینده وقتی این کلمه رو به کار میبره با چه مقصودی از این معانی مد نظرشه. بعضی وقتا کلمه دنیا رو به کار میبرن و مقصودشون عالم طبیعته. به خصوص آقایون فلاسفه وقتی کلمه دنیا رو به کار میبرن، اینا همین عالم طبیعت رو مد نظر دارن. بعضی وقتا کتابهای دینی وقتی کلمه دنیا رو به کار میبرن، مقصودشون اون جنبه دنی بودنه. میخوام بگن که این معنایی که ما میگیم، منظور نظرمون اینه که یه ظرفی از عالم وجود، یه وعایی که انسان در اون ظرف داره زندگی میکنه و این ظرفش، این وعایش نسبت به ظرفهایی که در عالم وجود داره از نظر مرتبه وجودی پایین ترین مرتبه است. معنای پایین و بالا هم به معنای مادی و این شیئی که ما الان یک پایین کوه بالای کوه به کار میبریم نیست، بلکه مقصودمون از این دنی بودن، پایین بودن، نسبت به ذات باری تعالی مد نظره. چون خداوند کمال مطلقه، یک موجودی من جمیع جهات از همه کمالات یک وجود بی نهایتی داره، این وجود بی نهایت، این کمالات بی نهایت در مورد خداوند، چون در مقام خلق وقتی خداوند فاعل و عالم هستی رو خلق میکنه، این حالا به اصطلاح مکتب صدرایی ها فاعل به تجلیه، در هر مرتبه از عالم که یه شأنی از شؤون ذات باری تعالی است، یک تجلی داره، یه حضوری داره. این حضورها چون ذی مراتبن، اون مرتبه‌ای که از همه پایین تره، یعنی معلول 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 خداست، به این سبب پایین تر شمرده شده. اینجا بنابراین در کتاب‌های دینی وقتی کلمه دنیا به کار میره این مد نظره. بعضی وقتا منظورشون از کلمه دنیا اون چیزیه که در برابر آخرت به کار میره. بعضی وقتا هم این مد نظره، یعنی میگن این دنیاست، منظورشون همونه که انسان در این محدوده 100 ساله، چند صد ساله زندگی میکنه و نهایتاً یک وقتی داره. اون وقتش که سر اومد، اجلش سر رسید، او رو میبرن. در برابرش آخرته که آخرت هم شامل عالم برزخ میشه و هم شامل عالم قیامت. دوتاشو که میخوام با هم بگم، میگن آخرت. بعضی وقتا هم اینجور ما مد نظر قرار میدیم. بعضی وقتا هم مقصودمون از دنیا این
وقتیه که انسان فرصت داره تا شروع کنه به کسب کمال. منظورمون از کسب کمال جنبه وجودی کماله، نه مثبت و منفیش. به همین خاطر امور منفی اخلاقی را هم ما اینجا وجودی تلقی میکنیم و برای ما فرقی نمیکنه که شمر و ابن ملجم باشن یا حضرت ابوالفضل باشه و زهیر مثلا، سلمان فارسی باشه و فرض کنی عبدالله ابن ابی. این برای ما متفاوت نیست، چون هر دوتا در این نظام هستی مادیشون یک فرصتی دارن تا رشد کنن، رشد باطنی کنن. این رشد باطنی حالا امکان داره از نظر اخلاقی مکارم اخلاقی رو حاصل کنن، امکان داره اون اخلاق مذموم رو کسب کنن. فرض کنید شمر وقتی که متولد میشه، اینکه اخلاق فاسد و هرزه نداره که، ابن ملجم وقتی که متولد میشه مثل بقیه بچه هاست، ولی در مرور زمان فساد رو کسب میکنه، بعدها در اون فاسد بودن و هرزه بودنش هی قوی تر و قوی تر میشه. بنابراین یه امر وجودی اتفاق میفته. در مورد افراد مثبت هم همینطور. پس اینجا مثبت و منفی اخلاقی و شرعی وچی نداره، از هر دو جنبش وجودیه. وقتی اینجور کلمه دنیا رو به کار میبرن، اینا مقصودشون اینه که وقتی میگن دنیا حالا بده یا خوبه، خود دنیا من حیث تحصیل این کمالات یه ظرف وجودی خوبیه. حالا تو این ظرف وجودی بعضی وقتا یک روایاتی داریم ناظر به اینه که جنبه مثبتش رو مد نظر قرار داده، مثل نهج البلاغه اونجا که میفرماید از دنیا مسجد اولیاء الله، دنیا برای اولیای خدا مسجده، اونجا سجدگاه اولیای خداست. اولیای خدا در دنیا زندگی میکنن که انهو یک عابدی در مسجد داره عبادت حق میکنه، اونا غفلت از حق نمیکنن، لحظه به لحظه شون عبادت حق. پس جنبه مثبت داره الان اینجا دنیا، چون میگه دنیا برای اولیا یک ظرفیه که عبادت خدا میکنن. اینا تو بهشت هم میبردنشون همینطور بودن، تو دنیا هم هستن همینطور. یه موقع میگن نه، حب دنیا چنین و چنانه که مذمت شده، مثلا رأس کل خطی است. یه روایتی داریم مجموع اینها رو به ما نشون میده، مثل اون روایت که میفرماد از دنیا مزرعت الاخره، یعنی دنیا یک ظرفی برای رشد انسان، میتونه این رشد جنبه مثبت داشته باشه که نهایتاً بشه مسجد اولیاء خدا، میتونه منفی باشه که بشه خب بشم سرچشمه همه بدی ها. توی روایات پس چند حالت امکان داره باشه. روایتی که حضرت امام مد نظر داره همون روایتیه که جنبه مقابلی با آخرت داره و اون جنبه مذموم دنیا مد نظره. از وقتی دارن راجع به دنیا صحبت میکنن، این روایت ها ناظر به اون جنبه مذمته، یعنی دنیا به اون وجه بدش، دنیا به وجه بدش یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم خودپرستی، خودخواهی. حالا این خودخواهی بعضی وقتا ظهورش در امور غیر وجودی ماست، مثل کسانی که عاشق پول و ثروت هستن یا عاشق شهرتن یا عاشق مقام هستن، اینها ظاهرش غیر خودشون رو در نظر دارن، ولی اگر عمیق به این حب به اینها توجه بشه، بازگشت این حب به اون واقعیتیه که
حب نفسه، یعنی برمیگرده به اینکه ما ذات خودمون رو دوست داریم، اگرچه مظاهرش به ما بر نمیگردن. فرض کنی یه کسی پول میده بچهش بره دانشگاه، ظاهرا اینه که این پدر خیلی خوبیه و از خود گذشتگی هم نشون میده، بچهش میره تحصیل میکنه عالم میشه، ولی در واقع این حب ذات داره، چون خودش این فرصت رو نداشته اون چیزایی رو که میخواسته بهش برسه با بچهش یه وحدتی داره، میگه وقتی این بچه من رسید انگار من رسیدم. این خرج میکنه، ولی خرجی که میکنه در واقع برای آبروی خودش داره خرج میکنه. یا یه کسی از دنیا رفته فوت کرده، ما میبینیم یه آقایی برای اون پدرش که از دنیا رفته سنگ تمام میذاره، خیلی پول خرج میکنه. این پول خرج میکنه در واقع برای پدره خرج نمیکنه، برای آبروی خودش داره خرج میکنه. میخواد که بعدن مردم که دارن میان اونجا و میرن بگم ببین این چقدر پدرش رو دوست داشت، چقدر احترام پدرش رو حفظ کرد. یعنی از اول این منظور نظرش خودشه، ولی ظاهرش نشون میده برای پدرش داره خرج میکنه. پس این ریشه ها همه برمیگرده به خود آدم. حالا اینجا یک وضعیتی هست، بعضی از امور در دنیا که ما به صورت تجربی زندگی میکنیم متوجه میشیم. دیدید بعضی آدم ها تشنن، آدم تشنه برای رفع تشنگی باید آب بخوره، وقتی آب خورد تشنگیش برطرف میشه. اما اگر یه آدم تشنه توی دریا گرفتار شده، به هر طرف که اون قایقش نگاه میکنه دور تا دورش فقط آب میبینه، هیچ کمکی هم از این ور و اون ور بهش نمیرسه. این فشار تشنگی باعث میشه که از اون رفعش پناه بیاره به آب دریا. آب دریا آبیه که برعکس تشنگی رو که رفع نمیکنه، خیلی تلخه و تهوع آوره، تشنگی رو هم افزایش میده، ولی ظاهرش با اون آبی که آدم میخوره هیچ تفاوتی نداره. اینجا ما توی این وضعیتی که گیر افتادیم، توی یه کشتی که از هر طرف دستمون بریده و هیچ آبی هم وجود نداره، امیدی هم نداریم که آبی به ما برسه، از فشار تشنگی آب دریا رو شروع میکنیم خوردن. این آب دریا سمه، نباید بخوره. از یک طرف تشنگی، از یک طرف این آبی که ظاهرش خوب به نظر میاد ولی حقیقتش بده، شروع میکنه به خوردن. هر چقدر این بیشتر میخوره در واقع هم تشنه تر میشه، هم از نظر جسمانی مضرم براش هست، تهوع آورم هست، هی گرفتارتر میشه. گرفتاری های مکرر این باعث میشه این باز بیشتر آب بخوره. اول یه ذره آب میخوره، بعد میبینه تشنگیش رفع نشد تشنه تر شد، این بیشتر آب میخوره. حالا دیده باشید توی دنیا ما اینجور آدم ها رو زیاد داریم که برای اینکه دفع شهوت کنن میان زنباره میشن، فکر میکنه اگر که این فساد اخلاقی بیشتر باشه بهتر میشه. بعضی هم در ایران به ما میگن شما به خاطر حجاب، به خاطر اینکه میگید ازدواج کن، مردم چی میشن؟ حریص میشن، بعدن مشکلات اخلاقیتون حل نمیشه. ببینید این کشور خارجی چقدر خوبه، اینا هیچ از این مشکلات ندارن. بعد ما میریم آمار اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم آمار اینها که از نظر جنسی دستشون بازه و محدودیت های اخلاقی و قانونی و شرعی ندارن، نه اون زن که شوهرم حتی داره متعهد به شوهرش نیست،
و نه اون شوهر متعهد به همسرش نیست و هر دوتا نه متعهد به خدا هستن نه متعهد به قانون. اگرم متعهد به قانونن قانونشون منعی نداره. بعد میبینیم اینا برعکسه، هر چقدر در این دامنه مسائل جنسی شدیدتر میشن اون مشکل حل نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه. آدمایی که خیلی به مواد غذایی علاقه زیادی دارن، این وقتی بیشتر میخوره اینطور نیستش که سیر بشه، بلکه برعکس آرام آرام این گشنه‌تر میشه، به طوری که ما در تاریخ یه شخصیت مثل معاویه رو داریم، این روایت رو در مورد کافر هم داریم که میفرماید که کافر 7 شکم داره، هر چی میخوره سیر نمیشه، خسته میشه ولی سیر نمیشه. در مورد معاویه هم داریم، میگن ایشون وقتی سفره رو پهن میکردن میخورد از شدت خستگی دست بر میداشت، میگفت خسته شدم سیر نشدم. چرا سیر نمیشه؟ چون سیر شدن یه بخشش جسمانیه که خب هر کسی یه معده‌ای داره، اون حجم معده یه سوم دو سومش که انسان غذا میخوره کفایت میکنه سیر میشه و بدن گزارش میده که آقا ما سیر شدیم، پس بدن مشکلی نداره، یعنی مشکل جسمانی نیست. ولی مشکل روانیش حل نمیشه. اون مسائل جنسی هم همینطوره، مسائل مقامات و شهرت هم همینطوره. در این آدمایی که اهل شهرت هستن اهل مقام هستن، اینا از نظر روانی سیر نمیشن ولی از نظر مادی خب یه ظرفیتی داره دیگه. بالاخره شما وقتی رفتید در سلسله مراتب یک کشوری، فرض کنید انتهای یک قدرتی در یک کشوری، مثلا نخست وزیریه توی انگلستان، آخر بالاترین مقام سیاسی میرسن نخست وزیر میشن. توی فرض کنید که آمریکا میرن رئیس جمهور میشن، یک مقامی داره، انتهایی داره دیگه. بالاخره آدم فعالیت میکنه توی ارتش، اول که میاد سربازه، بالاخره آخرش مثلا میشه سلشگری یا سپه بود یا به قول اون آقایون ارتش بود، بالاخره یه آخری داره دیگه، جنرال 4 ستاره میشه. این زمان شاه به اصحاری میگفتن چیه 4 ستاره، به خاطر این بود دیگه، چون این یک تیمساری بود که 4 تا ستاره گرفته بود. این دیگه نهایت مقامیه که تو ارتش میشه گرفت دیگه، از این بالاتر نداره دیگه، آخرش به 4 تا ستاره ختم میشه. خب وقتی این انتهاشه طرف رضایت نمیده، از نظر مادی ظرفیت تکمیله ولی خب این رضایت نمیده. عمر بالاخره در انسان که زندگی میکنه یه محدودیتی داره تو دنیا، حالا 100 ساله چند صد ساله، ولی میبینید این آرزو میکنه 1000 سال عمر داشته باشه. بعد از 1000 سال ازش بپرسید میگه 1000 سال دیگه هم اگر میشه به ما بدید، یعنی بازم سیر نمیشه. انسان‌هایی که عاشق زندگی دنیوی هستن، اینا نگاه نکنید 100 سال عمر میکنن، اینا به هر قیمتی باشه راضی هستن که 100 سال دیگه هم اضافه بشه. اگر بهشون بگی 1000 سال، بگم 1000 سال، مهم براشون اینه که زنده بمونن در دنیا، دوست ندارن بمیرن. این از نظر مادی ظرفش تمام میشه ولی از نظر روحی روح سیر نمیشه. حالا که روح سیر نمیشه، وقتی این حب به انسان نسبت به یه امری که سیری ناپذیره، این قیدش باعث این میشه که همیشه این نیاز و قصه و درد رو داشته باشه. به همین خاطر آدمایی که عاشق دنیا میشن عاشق یه دردی میشن که هیچ وقت اینا این دردشون درمان نمیشه. آدمای دنیا پرست حالا امکان داره خیلی ثروتمند باشن،
امکان داره از نظر مقام دنیوی هم خیلی آبرومند و شهرت و پست خیلی مهم اجتماعی هم داشته باشه، ولی اونی که در قلب باید رضایت خاطر اتفاق بیفته، رضایت خاطر وجود نداره. مثل این، حالا توی نقاشی های قدیم ما اینو دیده بودیم، توی این کارتون ها هم نشون میدن، حالا نمیدونم دیدید یا نه، بعضی نشون میدن که یک کسی سوار یه الاغی شده، بعد این الاغ هم گشنه است، بعد اون آقایی که سوار الاغ شده یه دونه چوب بلندی رو دستش میگیره، به اون چوب بلند یه نخ آویزون میکنه، چند تا مثلا هویج آویزون میکنه به اون سر نخ. الاغ با این هویجا 2 متر فاصله داره. برای اینکه علاقه داره که اینا رو بخوره، شروع میکنه به طرف اون حرکت کردن. ولی چون اون الاغ سوار این فاصله رو همیشه با اون حفظ میکنه، این همیشه میدوه. میدوه، خسته میشه، گشنه هم هست، به اون هویج هم نمیرسه. آدمایی که در عالم دنیا حب به دنیا دارن مثل این الاغی هن که سوارکاره هویجه رو جلو آویزون کرده، چشمش به این هویجه است، گشنم که هست، هرچی بدبخت بار میکشه، زحمت میکشه، بازم ثمر نمیبینه. میگه آقا ما که میدویم، هرچی بیشتر میدوه بازم نمیرسه. بعضی این آقایون پول دارای که عشق پول دارن، اینا مثل ماها نیستن که مثلا به روزی 800 رضایت بدن، میبینید روزی 16 ساعت کار میکنه، میلیاردره، بازم 16 ساعت کار میکنه، زد و بند داره، میخره میفروشه، حالا فکر کنید همش هم قانونی و صحیح و اینا، بینش کار نداره، ولی بازم احساس میکنه که پول کمه. بعضی آدم ها هستن یه لقمه غذا که میخورن یه خب خدای شکرت اضافه هم هست، براش قانع بودن هست، همون مقداری که داره راضیه. این به اون مقداری که داره هیچ وقت راضی نیست، همیشه ظرف وجودیش با ظرف آرزوش فاصله زیادی داره، یعنی ظرف وجودیش رو میبینه الان 10 ولی آرزوی 2 برابر داره. بنابراین یه همچین آدمی اگر این 10ش 10,000 هم بشه، آرزوش 20,000، اگر 10 میلیارد بشه آرزوش 20 میلیارد، چون همیشه 2 برابر میخواد، همیشه 2 برابر میخواد، نیست که همیشه 2 برابر میخواد. بنابراین اون روح سیر نمیشه، ولی از نظر مادی هیچ وقت بین خواست مادیش با واقعیت مادیش مناسبت نیست تا لبالب بشه، حتی امکان داره بعضی ها برعکس بشه. مثلا اگر من خواستم، خواست من 10 باشه، ولی کن توی دنیا به 12 برسم، خب من همیشه خیلی خوشحالم، خیلی شاکرم. یه خانومی رو تلویزیون نشون میداد، بعد خانوم منم با این خانوم آشناست، خانومم میگفت این خانوم از نظر روحی خیلی از ماها قوی تره، خیلی سرحال تره. این خانوم خدا داد 2 دستو از ناحیه کتف نداره، یعنی مادرزاد طوری متولد شده که فاقد 2 دسته، به طوری که کامل از کتف نداره. جالبه ایشون رو تلویزیون که نشون میداد، در تمام هنرهایی که خانومها دارن ایشون سرآمده، با پاش خیاطی میکرد، بافتنی میبافت، آشپزی میکرد، جالبه رانندگی هم میکرد، رانندگی هم میکرد، البته پلیس قبول نمیکرد که به ایشون گواهی نامه بده، ولی در یه فضای بازی که موانعی رو چیده بودن که آقایونی که راننده‌های خیلی
بالاخره حرفه‌ای هستن، وقتی اینا رانندگی میکردن، این مثل یه راننده حرفه‌ای توی مارپیچا قشنگ ویراج میداد و دنده عوض میکرد و خیلی خوب، یعنی راننده قابل هم هست، اما در این حال فاقد دوتا دسته. یا یه جانباز رو تلویزیون نشون میداد که به پشت خوابیده بود، دوتا دست نداشت، دوتا چشم نداشت و از ناحیه پایین گردن قطع نخا بود و به خاطر عذری که مشکلی که داشت اصلا نمیتونست تاقوازم بخوابه یا یه پهلو، همیشه باید به پشت بخوابه. بعد با این که صحبت میکرد خیلی باحال بود، شاکر بود از انقلاب و اینام، خیلی حامی انقلاب بود. حالا ما اگر گوشه ابرون نمیدونم میلیاردی که داریم یه ذرش مثلا در بازار ارز جا به جا بشه، به زمین و زمان و اسلام و خدا و پیغمبر و جمهوری اسلامی هر چی باشه میگیم، به خاطر که میگیم آقا من اینقدر میلیارد داشتم مثلا شده اینقدر، از اون گوشه اسکناس ما یه ذرش سایده شده، ناراحت میشیم. ولی یه همچین آقایی با یه همچین جانبازی، اولا که فداکار بوده که یه همچین کاری کرده، خود این یه هنریه، این که به این سختی تحمل میکنه چون خیلی سخته. اصلا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، من یه حادثه برام اتفاق افتاده بود، طوریمونم نشده بود، ولی دکتر گفته بود 20 روز مثل آدم بعد رو تخت خواب بخوابی، تکون نخوری، حتی ما که گوش نمی کردیم ولی مجبوریم نه درس بخونیم نه چی و فلان. خیلی خب عادت داشتیم همیشه بیام سر کلاس و یا مطالعه کنیم، بالاخره به این عادتمون، ولی خب نمی شد هیچی. آقا این 20 روز برای ما مثل 20 سال گذشت. فکر کن مثلا ما عادت داریم، من سر کلاسم میرم را میرم، خیلی برام سخت سر کلاس میشینم، بعد ما که همیشه عادت داریم به راه رفتن، بعد اینجا 24 ساعت باید میگفتیم آقا تکون نخور، چون گفت بودن آقا باید تکون نخوریم. این خیلی برای ما سخت گذشت، همه جامونم سالم بود، همه جام سالم، فقط به خاطر احتمالی خطری که بود اینا به ما الزام کرده بودن که 20 روز بعد اینجوری باشه. حالا به خانواده چقدر سخت میگذره، حالا مادر ما پرستاری میکرد، حاج خانم پرستاری میکرد، اینا حالا اینا به اونام سخت میگذره. خب این آقا بجز این که به خودش سخت میگذره، خجالت هم میکشه دیگران باره اینو به دوش میکشن، چون میدونه که خب سختی کار این به دوش دیگرانه. بالاخره این آب میخواد، غذا میخواد، دستشویی میخواد، هزار جور گرفتاری داره، بیماره، دکتر باید ببری، دکتر بیاد، دارو بخوره، چه نکنه چه بکنه، همه گردن دیگران. خود این آدم خجالت میکشه، یک کس دیگه آدم کار آدم انجام. بعضی حالا خوبه این پسرای جوان معمولا تنبلن، وقتی مادرشون مثلا قضا میاره جلوشون هیچ خجالت هم نمیکشن، مثلا باباشون مثلا میوه بیاره خونه بگه آقا مثلا برو یه میوه، یا بابا حالا تو که همیشه میوه میخری اینم بخر ما ایشالله بعدا نوبتمون میشه. اینجا آدم با اینکه پدرش میاره، ولی معمولا در جوونا خجالت نمیکشن، ولی یه ذره خودشون پا به سن و سال بذارن و اینها یواش یواش بینن، خب بده دیگه. آدم بار خودش رو میگن پیامبر اسلام طوری تربیت کرده بود اصحاب خودش رو، اینو دشمنای پیغمبر روایت کردن، میگن طوری تربیت کرده بود که وقتی دو نفر سوار اسب بودن تازیانه از دست این آقا میافتاد، یه نفرم پیاده اونجا واسطاده بود، به رفیقش که پیاده بود نمیگفت این تازیانه رو بده دست من، خودش از اسب پیاده میشد تازیانش رو برمیداشت. یعنی آدم بار خودش رو به گردن دیگران نندازه. خب من این قسمت عرضم رو تمام کنم، یه صلوات بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با توجه به این که ما در ماه بهمن هستیم و در آستانه 22 بهمن و 40 سالگی انقلاب، ما یه دو سه جلسه چند دقیقه هم درباره نقد انقلاب اسلامی مطالبی را عرض میکنیم. نکته اول در باب انقلاب، حالا اونایی که قدیمی هستند و اون فضای سال 55 رو دیده باشن و عظمت و قدرت شاه ایران رو لمس کرده باشن که چه وضعیتی بوده، اینقدر بود که حتی ما در خوابمون و خیالمونم این رو تصور نمی کردیم که اصلا یه همچین چیزی واقع بشه، یعنی امکان وقوعیش برای عامه مردم ایران جز محالات بود که این حکومت و این قدرت و سلطنت از بین بره. شاه ایران باباش یعنی رضا شاه وقتی از ایران فرار میکرد، ایشون نفر هشتم ثروتمندای جهان بوده، یک ثروت کلانی رو هم از کشور خارج کرد. اگرچه در بندر عباس وقتی که میخواد سوار کشتی بشه، از اونجایی که میگن دوز به دوز بزنه شاه دوزده، انگلستان تمام 80 تا چمدون ثروت ایشون رو که بار زده بودن که دو ساعت بعد میمده لندن، به این خانواده شاه میگه که شما هتل استراحت کنید، این کشتی فردا حرکت میکنه. بعد این میرن تو هتل، فردا که میان میبینن اون کشتی رفته لندن، دیروز رفته لندن، سرشو کلا گذاشته، یه کشتی دیگه سوارش میکنن، به طوری که حتی چمدون لباساشون دیگه نداشتن، یعنی همون یه دست لباسی که تنشون بود همون براشون بوده. این اشرف تعریف میکنه وقتی کشتی به بمبئی رسید، ما برای اینکه لباسمونو بشوریم از اون مردم اونجا یه دونه لباس قرض گرفتیم تا لباس خودمونو شستیم، خوش شد دو مرتبه لباس خودمونو پوشیدیم رفتیم سوار کشتی شدیم که دو مرتبه میفرستنشون اون جزیره و اینها. و البته این سزای کسیه که خیانت میکنه، به ذلت هم خدا قرارش میده. اما این شاه دوم در سالای 55 که اوج قدرت ایشون بود، به قدر ایشون ثروت داشت که نفر اول دنیا بود از لحاظ ثروت. تقریبا وقتی شاه ایران از ایران خارج شد، شخص ایشون ثروتی رو معادل 21 سال بودجه زمان سال 56 خودش از ایران دزدیده. یعنی شما فکر کنید که ثروتی که ایشون از ایران خارج کرده 21 سال هزینه کل کشور بوده که دولت الان که بودجه میفرسته، مثلا دولت الان به مجلس نگاه کنید آمارشون رو، ثروت ایشون شخص ایشون 21 سال بوده. البته خاندان سلطنت هر کدوم به حد وسع قارت کردن و حتی خیلی از ثروتمندهای عادی هم اونام ثروت رو بردن. حالا بعضیا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد میگفتن که خب شما رفتید کارخونه ها و ثروت اینا رو مصادره کردید، بالاخره ثروتی بوده شما رفتید مصادره کردید. بله ما رفتیم کارخونه رو مصادره کردیم، ولی چگونه؟ قبل از اینکه ما کارخونه رو مصادره کنیم، اینا با زد و بندی که داشتن رفته بودن از بانک وامی گرفته بودن بیش از اون چه که کارخونهشون میارزه، چون اینا زده بند میکردن کارخونه رو گرو گذاشته بودن و بعدم پول گرفته بودن فرار کرده بودن. در واقع اون که شما مصادره کردید قبلا اینا نقدش کرده بودن، پس یه ثروت کلانی اول انقلاب از ایران بیرون رفته. اما شخص شاه، خب اگر عکساش هم دیده باشید، وقتی که جوونه سه تا رئیس جمهور و اون بزرگانی که فاتح
ایران بودن مثل چرچیل و روزولت و استالین که اومدن، اصلا اینا آدم حساب نمی کردن، مثل یه پادو. حتی شاه 2 ساعت وام ایستاده که با یکی از اینا ملاقات کنه تو این مذاکراتی که میکنن، حتی حاضر نمی شدن 10 دقیقه به حرف شاه گوش بدن. مثل اینا آدم حساب نمی کردن. تنها هنری که شاه در این چند روزی که سران متفقین در ایران هستن توفیق میشه، مثل بعضی از این نماینده های مجلس که با موگرینی عکس یادگاری میگیرن خیلی افتخار میکنن، توفیق نصیب ایشون میشه که استالین میخواسته بره دستشویی، این واسطه مثلا 1 دقیقه باش عکس یادگاری گرفته و این ذوق زده شده که ببین ما با استالین عکس گرفتیم، با روزولت عکس گرفتیم، با چرچیل عکس گرفتیم. مثل ما خوشحال میشیم با موگرینی عکس میگیریم، معلومه دیگه. حالا این آقا با این ذلت بوده. بعدها که میره لندن، حالا عکساش هم هست، ملکه انگلستان که خب این خانم پیرزنه، اون موقع جوانتر بوده، در یه بلندی هم واسطاده، ایشون داره دست اون خانم رو میبوسه، مثل یه نوکری که دست اربابش رو میبوسه. این معلوم میشه که اون چه مقام و منزلتی داشته نسبت به این شاه. ولی خب دنیا اینجور نمیمونه. این شاه بالاخره زحمت کشید، سالهای سال ملت رو غارت کرد، میلیاردر شد. بعد که میلیاردر شد به قدری قدرت پیدا کرد که وقتی آقای نیکسون در آمریکا میخواست رئیس جمهور بشه، اون زمان با پولهای اون زمان که فرض کنید راکفلر وقتی با کندی، با جان اف کندی داشت رقابت میکرد، چون این خیلی ثروتمند بود، اون زمان 1,000,000 دلار هزینه انتخابات کرد، البته باخت. چند سال بعدش که نوبت به نیکسون رسید، شاه ایران 2,000,000 دلار برای این آقا فرستاد که این در انتخابات خرج کنه که موفق بشه، و موفق هم شد. خب فکر کنید نیکسون مدیون شاه شد، همونطوری که الان عربای سعودی به خاطر ثروتی که دارن توی انتخابات آمریکا و بانک‌های آمریکا اینا نافذن، سرمایه‌ای زیادی دارن، اثرگذارن. بنابراین شاه در این داستان خیلی موفق شد. از قضا چون شانس بدی داشت، اون نیکسون در آمریکا دچار مسئله واترگیت شد و یه مشکلات داخلی در آمریکا براش پیدا شد. اونا بهش این پیشنهاد رو کردن که یا تا آخر ریاست جمهوری بمون و بعدش محاکمت میکنیم و مجازات میشی، یا مثل آدم اعتراف بکن و حکومت رو تحویل بده، مثل بچه آدم برو، ما هم دیگه بهت کار نداریم. بالاخره 2 راه بهش پیشنهاد کردن. اینم چون میدونست قطعا در محاکمه محکوم میشه و دست گلی رو که به آب داده نمیتونه جبران کنه، ایشون استعفا کرد. توی انتخابات بعدی این جمهوری خواها شکست خوردن، کارتر پیروز شد. کارتر چون این با رقیب با هم دیگه بالاخره هووی هم بودن، چون شاه با هووش یعنی با نیکسون زد و بند داشت، این شاه رو آدم حساب نکرد، 2 مرتبه شد قوز بالا قوز. اون زمان فرح رو 1-2 ماهی فرستاد آمریکا، بالاخره با التماس و اشک و آه رضایت کارتر رو جلب کردن. شاه بعد از 2 ماه رفت آمریکا که کارتر رو تحویل، کارتر اینو تحویلش گرفت و بالاخره روابط حسنه شد. و این چند وقت بعدش هم شاه کارتر اومد ایران و همین داستان حقوق بشر و اینها رو، چون کارتر خیلی تلاش میکرد تو دنیا اینو تبلیغ کنه، شاه رو وادار کرد که یه آزادی های سیاسی بده، که این غلطی که کرد یک روزنه این شد که دیگه نشد جمع بشه که داستان انقلاب و این حرفا پیش اومد. به هر صورت انقلاب یک واقعیتی اتفاق افتاد که به معجزه شبیه تره تا به یک حادثه سیاسی و تاریخی. اونایی که اون حکومت و اون قدرت شاه رو دیدن که در آخر کار
در جشنهای 2500 ساله شاه نشون داد چه ثروت و قدرتی داره، چه نفوذی در دنیا داره، و بعدها در زمان نیکسون این رو بیشتر نشون داد. خب معلوم میشه خودش شد یه قدرتی، و اصلا به ایران میگفتن جزیره ثبات، چون شاه با همین صدام حسین، دوبارم صدام حسین به ایران تجاوز کرد، شاه در عرض چند ساعت نیرو هوایی که آمریکایی‌ها اینجا درست کرده بودن تونستن اونو سرکوب کنن و پیروز بشن. البته عراقی‌ها تحت شوروی سابق زرهی خیلی عالی داشتن، یعنی یک زرهی خاورمیانه بودن، و شاه در دریایی و هوایی که خاورمیانه بود و اینا بر اونا غالب شدن. حتی شاه در همین منطقه عمان، اونور خلیج فارس، اونور تنگه، یه تیکش مال کشور عمانه، اینجا شاه را وسط نیرو فرستاد جنگید، و کشتی هایی که از این منطقه تا یمن می رفتن یا در اقیانوس هند، نیروی دریای ایران وظیفه حفاظت رو داشت، یعنی پول نفت ایران می رفت تبدیل می شد به کشتی های جنگی، و این کشتی ها در خدمت ایران نبود، در خدمت اون آقایون بود که می خوان امنیت داشته باشن و این منطقه عبور مرور کنن. هوایی هم همینطور. به هر صورت یک همچین قدرت عجیب و اختناق داخلی هم، حالا دیدید میگن آزادی، طرف هرچی فوش خوار و مادر به بالا و پایین مملکت میده، از رهبری رو فوش میده تا زمین و زمانو، بعد میگه آزادی نیست. یعنی خیلی بامزه است، یعنی هرچی دهنش میاد میگه. این آقای سروش رفته بود ترکیه، یه همایشی بود در اونجا برگزار شده بود، بعد حامد الگارم در آمریکا، اونم یک دانشمند محققیه که مسلمان شد، و بعد در انقلاب ایران متوجه شد ما یه مذهبی به نام مذهب شیعه هم داریم، یکی دو سال هم بعد از انقلاب تحقیق کرد و شیعه هم شد. اون آقا هم از آمریکا اومده بود، بعد این دوتا در اونجا با هم صحبت کرده بودن، گزارش این صحبت رو خب بقیه که شنونده بودن، خبرنگارا پخش کردن. حامد الگار به آقای سروش میگه که شما توی سخنرانیتون فرمودید در ایران آزادی ندارید. بعد میگه بله ایران آزادی نیست و فلان. میگه که شما هنوز استاد دانشگاه تهران هستید، اونجا درس میدید؟ میگه بله اونجا هنوز تدریس میکنم. بعد میگه در اون مجله کذایی فلان اونجا مقالاتتون رو چاپ میکنید؟ میگه بله. میگه من توی اخبار ایران میخوندم شما در فلان دانشگاه، مثلا در فلان شهرستان سخنرانی فرمودید، فلان اینجا هم سخنرانی میکنید؟ گفت بله، ولی بعضی وقتا مثلا حزب الله یا مثلا میریزن شلوغ میکنن، ولی خیلی جاش هم خب سخنرانی برگزار میشه. بعد ایشون گفت خب مثلا شما آزادی داشتید چیکار میکردید؟ میگه آزادی یعنی هم دیگه استاد دانشگاه که هستی، مقالاتت هم که چاپ میشه، سخنرانی هم که میکنی، اینا یه نوع آزادی نیست. بعد هم هرچی دهنتون میاد میگید، ماشاءالله به صغیر و کبیر ما هم که رحم نمیکنی، به اسلام میگید، به رهبری میگید، به دولت میگید، به ملت میگید، نه فقط هم انتقاد نمیکنید، خوشبختانه فوش هم میدید، یعنی فقط انتقاد نیست، توهین هم هست. در زمان طاغوت که میگفتن آزاده نیست، منظورشون این بود توی یه خانواده دو تا برادر میخواستن راجع به خاندان سلطنت و خصوصا شخص شاه حرفی رو بزنن، جرأت نمی کردن چون عواقب خیلی خطرناکی داشت. ما همین خیابون جعفر رو تشریف میبرید، این خیابون میخوره به چارا جوادی، این وسطش که همون اول کوچه، این کوچه به اسم پدر بزرگ ما هم بود. بعد خونه ما که هنوز هم اون خونه هستش، حتی مال ما نیست، ولی خب بالاخره خونه نوسازی شده هست، این خونه اولین خونه ها سر کوچه بود. بغل دست خونه ما هم یه خانواده بودن که اینا یه پیرمرد و پیرزنی بودن، خدا به اینا بچه نداده بود. بعد این آقای پیر مردی که اونجا بود، مرد بسیار مقدسی بود، این مؤذن مسجد صاحب زمان بود که همین حوزه علمی رشاد اونجا بود،
این آقا مؤذن مسجد بود، صبح میرفت اونجا مسجد اذان میگفت. پدر من تعریف میکرد، میگفت ما تقریبا قبل از اینکه اذان صبح رو بدن دیدیم یک کسی در خونه رو میزنه. تعجب کردیم اون موقع صبح، رفتیم و دیدیم این بنده خداست. این اومده بوده بره مسجد، میگفت دیدیم یه دختری رو که لخته اینا لای چادرش پیچیدن، جسدش رو انداختن همین سر کوچه. بعد پدر من میگفت اینو بهش تجاوز کرده بودن و این دختر این ناخونهاش که به صورتش خراشیده بود، میگفت اینقدر صورت خودش رو خراشیده بود، این گوشت پوست خودش لای ناخوناشو ما میدیدیم. میگفت بالاخره دو سه تا از بزرگترها، چون روبروی ما هم یه مغازه خاربار فروشی بود که هنوزم هست، یک دو تا از مغازه دارا رو صدا کردیم، بالاخره آقا این کیه اینجا افتاده، به پلیس بگیم اینور اونور. نهایتا این مغازه دارا چون بالاخره تو محل آشناتر هستن، گفتن تای کوچه که یه خانواده خیلی مذهبی بودن، گفتن این دختر اون خانواده است. رفتیم در خونهشون در زدیم و بالاخره پدر خانواده رو آوردیم. کوچه یه مقدار طولانی هم بود، تو از مثل این سر کوچه تا این سر کوچه بیان. میگفت بهش توجیه کردیم که چه اتفاقی افتاده. میگفت اومد و دید و اینا، گفت اینو ساواک دستگیر کرده بود، ما هم نگرانش بودیم که حالا جسدش رو بشتن آوردن. هیچی، میگفت بالاخره محل کمک کردن برای کفن و دفن و این حرفا، که میگفت شبانه اون خانواده اصلا از محل ما رفت، ما نفهمیدیم اصلا این بندهای خدا چی شدن. اختناق در زمان طاغوت، ما عموی ما یا دایی ما با اون دایی ما که میخواستن با هم صحبت کنن، ما که کوچولو بودیم، به بچه کوچیک بودیم، مثلا 10 سالمون بود، اگه عقلمون میرسید مثلا به این حرفا، به هم میگفتن جلوی نگیا بچه هست، وحشت میکردن. یه دفعه این کتاب های دبستان زمان طاغوت 4 تا عکس توش بود، یکی شاه، یکی فرح، یکی این ولیعت و یکی هم اشرف. بعد خب دیدیم بچه کوچولایی که کلاس اول دوم، ما تابستون بود، کلاس ما اول بودیم دوم بودیم، بعد دیگه این کتابا به دردمون هم نمیخورد، دیدیم عکس داره، خودکارا رو گرفتیم و برای اینا شروع کردیم سیبیلای مختلف و ریش و اینا میذاشتیم، چون چند تا کتاب داشتیم، هر کتابی هم 4 تا عکس داشت، انواع اقسام مدلای ریش و سیبیل و رو صورتای اینا نقاشی کردیم. حالا ما کتابای خودمونو، هر کسی هم کتابای خودش رو در حال خراب کردن این عکس شاه و اینا بود. خب کوچولو هم بودیم، عقلمون هم نمی‌رسید. آقا این دایی ما وارد منزل شد، تصادفاً یه کاری پیش اومده بود از سر کارش، مثلا ساعت 10 صبح نمی‌اومد هیچ وقت، اومد. وقتی این شیرین کاری ما رو دید، این سبز رو بود، مثل گچ سفید شد. با مادر ما و زن خودش که یک دعوای مفصلی کرد و اینها، از شدت ترسش، اون موقع عباسی آب لوله کشینا نبود، ما چاه آب داشتیم. بعد این عکسای شاه رو و این شیرین کاری ما رو ورداشت، اینا رو ریز ریز کرد به قدری که به اندازه مثلا یه دونه فرض کنی نیم سان، دایره‌های نیم سانتی در نظر بگیرید، اینقدر ریز کرد که اگر کسی مثلا نتونه بفهمه اینا چی هست. بعد همه اینا رو که خوب ریز ریز کرد، یه مثلا اندازه یه سطل اینا چیز شد، اینا رو روش آب ریخت، بعد اینا رو رفت خالی کرد اون آب چایی که ما برای آب خوردن استفاده می کردیم، یه در فلزی خیلی محکمی داشت، قفل و اینا هم داشت، بالاخره اونو واز کردن ریخت اونجا و دو مرتبه قفل کردن و ما فهمیدیم که چه کار وحشتناکی کردیم. سال 59 یا 60 الان خوب خاطرم نیست، ما یه دوره میدادیم توی این دانشگاه افسری، عکس سپاهی بودیم،
چون روبرو اونم دانشکده افسری بود، رفتیم اونجا یه دوره بدیم. بعد اون فرمانده ما برای مثلا تشویق ما گفتن که چون میخوایم تشویقتون کنیم یه اردو میذاریم. ولی ما هم ساده فکر کردیم راستاسی اینا میخوام مثل آدم رو تشویق کنم. بلند شدیم رفتیم آقا تقریبا تا منطقه دماوند، توی یه از این جاده خاکی ها ما رو انداختن و بعد از نزدیک 2 ساعت رانندگی مینیبوس رسیدیم آقا به یک جایی. از دور تو کوه به ما نشون دادن یه 2 تا نقطه سیاه میدیدیم. گفتم میخواییم بریم اونجا، جایزتون اونجاست. حالا ما هم ساده گفتیم خدایا چه جایزه میخوام به آدم بدن که اینقدر بعد براش تلاش کرد. هیچی آقا رفتیم اونجا، رفتیم دیدیم خب 2 تا سوراخ هست، یه قاره مثل قاره خیلی کوچولو. بعد گفتن نه این یه قاره خیلی بزرگه، تگ قار جایزه رو میدیم. جاتون خالی نزدیک 1.5 ساعت ما قارنوردی کردیم از این قارهایی که بعضی جاهاش ارتفاع 3 متر بود آدم را میرفت، بعضی جاهاش 1 متر میشد با چنباتمه زدن و مثل پامرغی میرن. با بدبختی سرمون هم میخورد این ور و اون ور و بالاخره آقا با دست و پای زخمی و کلی مصیبت کشیدن بالاخره رسیدیم آقا تای غار. تای غار که رسیدیم یه همچی فضایی مثل مسجد ما رو در نظر بگیرید، ذره کوچیکتر، توی یه همچین فضایی با همین حج دیدیم تای غار یه همچی حالتی داره، انگار یه سالونیه. خب چراغا رو روشن کردن و تای غار هرچی نگاه میکنیم جایزه نبود. هیچی، فرماندهی معظم دیدید از این سپاهی هم عشق سخنرانی هست، خوششون میاد بشینن حرف بزنن. هیچی، از این سخنرانیشو شروع کرد، جایزه ما این سخنرانیه بود. بعد ایشون شروع کرد توضیح دادن و گفت ما زمان طاغوت که دانشجو بودیم مثلا میخواستیم یه موقع بحث سیاسی کنیم، نه در مورد خاندان سلطنت، نه در دولت و انتقاد و فلان این حرفا، میومدیم اینجا، میومدیم تایه این غار، اینجا میشستیم مثلا یه بحث سیاسی میکردیم که دست عرب و عجم اینجا بی کسی نمیرسه، اینجا دیگه خیالمون راحت باشه مثلا یه چیزی میگیم دستگاه شنود ندارم مثلا صدا ما رو ضبط کنم. ملت به قدری میترسیدن که زن به شوهرش اعتماد نمیکرد، شوهره به زن میگفت این موقع منو جاسوسه مثلا منو میگیرن. ما حتی مواردی داشتیم که کسی به شاه بچه‌های 14-15 ساله، اینی که میگم مستند میگم، چون از بستگان ما دادستان ارتش شاه بودن این کارا رو کردن، ما از اونا شنیدیم. بچه 14 ساله، 2 تا بچه 14 ساله توی یه مدرسه یه حرفی زده بودن که یه ادبی کرد و یه لغتی مثلا حالا چی گفته بودن، یه لغت بدی راجب شاه گفته بودن. اینا رو این بنده خدا که خیلی حالا مثلا آدم علیه السلامی بود با کلی با ستاد ارتش هی 2-3 دفعه اومده بود و رفته بود، چون نزدیک ما هم بود، از خانواده نزدیک ما بود، خونه ما اومده بود، برای مادر ما مثلا توضیح میداد، ما شنیدیم که رفته بود کلی تلاش کرده بود که این 2 تا بچه رو فقط مثلا 2-3 سال بندازن زندان، که مثلا اینقدر خوشحال بود که مثلا اینا تیربارون نشدن، ما تونستیم مثلا اینقدر کار کنیم که 2 تا بچه 14 ساله از نفهمیشون حالا تو دبستان مثلا حالا چی بوده، یعنی مثلا گفتن اینو مثلا گزارش کرده بودن. یعنی یک کلمه میگفتی عواقب فوق العاده خطرناک داشت. و ساواک این دیگه ما سال 55 سنمونم زیاد بود، 15-16 سالمون بود اون موقع. تو محل ما این ساواکی ها، حالا دیدید این دلقک های تلویزیون کت شلوار می پوشن، از این عینک ها می زنن سیاه، اینا ساواک این کارو میکرد. تو محل ما یه دون از اینا اومده بود، طرف شرق تهران بودیم، ما اومدیم دیدیم مثلا محل غیر عادیه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه دونه از اینا اومده بود سر کوچه ما، داخل کوچه، سر این چهارراهی که توی کوچه‌هاش اونجا خیلی به هم ربط داره،
این واسطه بود. حتی بدنم فهمیدی به خاطر بابای ما اومده. مثلا حالا مادر ما چقدر وحشت کرده بود، همسایه‌ها چقدر وحشت کرده بود، کل محل مضطرب شده بود که این آقای با این کت شلوار و با اون عینک، من واقعا میدونستم اینا ساواکیان دیگه، این اومده اونجا واسطه بود. حالا نهایتا اومده بود چند تا سوال خیلی معمولی کرده بود، ولی تمام اون همسایه‌ها از وحشت می‌مردن تا این توفه رفت. اینو بهش میگن اختناق. این قدرت، این عظمت، شکست، این معجزه است. بنابراین این که الان ما راجع به انقلاب صحبت میکنیم، یک پدیده ساده و نمیدونم عوارض چنین و چنانی نیست. نه کسی پیش بینی میکرد، نه کسی خیالشو میکرد، نه اونایی که مثل انگلیسا و آمریکایی‌ها که خب متخصص استعمار بودن، نه شاه و دار و دستش، نه ملت معمولی ایران، کسی اصلا خیالش هم نمی‌کنه یه همچین اتفاقی بیفته، یه همچین قدرتی با یه همچین عظمتی بشکنه. بنابراین انقلاب از لحاظ وقوعش جزء محالات وقوعی بوده، ولی واقع شده. اما حالا انشالله وقت کنیم عرض کنم که اون آرمان هایی که مردم در انقلاب داشتن چقدرش محقق شده، چقدرش محقق نشده، اینو باید بحث کنیم که آرمان های ما تحقق احکام الهی بوده. ببینیم در عرض این 40 سال به کدومی از این آرمان ها ما رسیدیم و به کدوماش نرسیدیم، بلکه بعضی وقتا مسئولین به جایی که در راستای این آرمان ها حرکت کنن، عکس این آرمان ها هم متاسفانه حرکت کردن. برای سلامتی امام زمان صلوات.